حکم وحشیانه 74 ضربه شلاق خانم رویا حشمتی به جرم تن ندادن به حجاب اجباری در روز 13 دی ماه در اجرای احکام دادسرای ناحیه 7 تهران اجرا شد. در یک حکم ظالمانه دیگه توسط بیدادگاه رژیم در آمل، فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی شهید قیام 1401، به اتهام اهانت به خامنه ای و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شد. همراه میشیم با خانم مینا انتظاری، فعال حقوق بشر. خانم انتظاری، به شما سلام میکنم و به این گفتگو خوش اومدیم. با سلام خدمت همه شما و بینندگان محترمتون در تلویزیون ایران آزادی و ممنون از دعوت. خانم انتظاری، قوه قضاییه رژیم اعتراف کرده که حکم شلاق خانم رویا حشمتی رو مطابق قانون و شرع مقدس انجام داده. میخواستم ابتدا نظرتون رو نسبت به این حکم ظالمانه، مشخصا علیه این خانم و همینطور حکم 24 ماه حبس خانم فرزانه برزکار بشنویم. در مورد خانم فرزانه برزکار، مادر شهید قیام عرفان رضایی در آمود که در قیام سال گذشته به شهادت رسید، این مادر دادخواهی کرده و به این اعتراض که به چه جرمی فرزند من رو شهید کردیم و باید این رسیدگی بشه. مادر رو به جرم دادخواهی دستگیر کردن، 24 ماه حکم تعلیقی بهش دادن و وجه نقدی که باید پرداخت. من یاد دهه 60 میفتم که زندانی سیاسی رو اعدام میکردن، بعد به خانوادهش میگفتن که این مقدار پول باید بدید در ازای بهای گلولهی که ما زدیم بهش تا بگیم فرزند شما رو کجا به خاک سپرد. در مورد خانم رویا حشمتی که یک دختر جوان سنندجی هستن که در تهران زندگی میکنه، این دختر جوان مخالف حجاب اجباری هستش و یک عکس بدون دوستری رو از خودش به سوشیال مدیا گذاشته. به همین جرم دستگیرش کردن و ابتدا که یک حکم بالایی بهش داده بودن حدود 15 سال و یک وجه نقدی خیلی زیاد که با پیگیری های خانوادهشون این وجه نقدی تبدیل شده 1,250,000 تومان و 74 ضربه شلاق. این خانم رویا حشمتی میگه که موقع شلاق خوردن ضربه ها رو شمردم، زیر لب میخواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود. و این نشون از روحیه بالای دختر جوان و جوانان و زنان میهن ماست. بعد دوباره رژیم بهش ایراد گرفتی که تو عکس بدن ضربه خورده، شلاق خورده خودتو روی سوشال میدیا گذاشتی و خیلی کار غیر شرعی کرد. برگشته بهشون گفته که اولا اون عکس متعلق به من نبوده، قبلا در مورد یکی دیگه این حکم رو اجرا کرده بودیم و عکس متعلق به یک فرد دیگه بوده که همون رو برداشتن گذاشتن، من عکسی نداشتم و اساسا احتیاجی نیست که عکسی بخوام بذارم، مردم میدونن شما دارین چه کار میکنی و احتیاجی نیست که منم بخوام دوباره عکس بذارم. یادم میفته که در دوره که ما زندان بودیم، دفتر 63، یکی از هموندان ما آزاد شده بودیم مدت قبلش و بعد رفته بود از ایران که خارج شده بود، خودش رسونده بود به حال به سازمان ملل و در اونجا لباسش یه در زده بود کنار و شکنجه ای رو که توی اوین در موردش به کار برده بودن و با آتیش سیگار نوشته بودن روی بدنش منافق، اون رو نشون داده بود. بعد من یادمه که همزمان توی نماز جمعه که هاشمی رفسنجانی همون روز خطبه رو میخوند، از بلندگوهای بند این داشتن این رادیو از طریق رادیو پخش میشد و ما اون رو گوش میکردیم. هاشمی رفسنجانی با وقاحت کامل برگشت گفت اینها چقدر بی‌حیا هستن و ضد شرع هستن که میان میرن در سازمان ملل لباسشون رو میزنن کنار و مثلا ادعای میکنن که با ما اینطوری کردن، با ما اونطوری کردن. البته شکنجه را که هم نمیگفتشی. ناخودآگاه همه ما به هم نگاه کردیم و خندمون گرفت از این که ببین کسی که رفته این شکنجه رو که با آتش سیگار روی بدنش نوشتن منافق رو نشونده، بی حیا و ضد شرعی داره کار میکنه. خود اینها که یک دختر جوان آزادی خواه رو چنین شکنجه ای با آتش سیگار روی بدنش کردن رو شرعی میدونه کارشون رو. یعنی تعریف شرع و ضد شرع برای رژیم اینطوریه.
به همین دلیل هم هستش که من فکر میکنم مردم ایران خیلی خوب مرز خودشون رو با رژیم میدونن، کما اینکه سال گذشته دیدیم در طول تظاهرات ها دختران جوان ما به خصوص در دانشگاه ها شعار میدادن هیز بله تویی، هرزه تویی، زن آزاد منم، و تمام این چیزهایی رو که به اسم شرع و مذهب رژیم سعی میکرد که بله رو در روی جوانان انقلابی ما بکنه، مردم به صورت خودش برگردن. بله خانم انتظاری، حالا هدف رژیم از صدور این احکام وحشیانه مشخصا علیه خانم رویا حشمتی و خانم فرزانه برزکار چیه؟ و فکر میکنید اساسا این اقدامات چه تبعاتی برای خود رژیم داشته باشه؟ البته اینکه چرا رژیم چنین حکمایی میده، این وحشیگری ها رو میکنه، اعدام میکنه، شلاق میزنه، همه اینا خب برمیگرده به ماهیت رژیم. همیشه با همین شیوه حکومت کرده و تا به امروز هم بیش از 40 و چند سالی که به قول معروف میشه گفت تسمه از گرده مردم کشیده. اما مسئله مهم این هستش که هدف رژیم به خصوص قفل کردن رژیم هست، ایجاد ترس و وحشت در جامعه هست، سعی میکنه که جلوی قیام رو بگیره، اما اینجور که مردم ما بهش نشون دادن از مبارزه کوتاه نمیان و این جنگ با رژیم ادامه پیدا خواهد کرد و قیام های بعدی با فاصله نزدیکتر حتما در پیش رو هستش. این در واقع درس تاریخه، هیچ رژیم دیکتاتوری تا به ابد در حاکمیت نمونده، چه از نوع مذهبیش از نوع همون کلیسا و دوران قرون وسطاش و چه از این نوع مذهبی که الان بیش از 4 دهه در کشور ما حاکمه و چه انواع حکومت های دیکتاتوری دیگه، اینها رفتنی هستند. اما اینکه به هر حال آزادی رو در سینه طلایی به هیچ کس نمیدن و برای آزادی بهای سنگینی همه جا پرداخت شده. این روزها تولد ژاندارک قهرمان ملی فرانسه هستش. ژاندارک یک دختر روستایی بود که در فرانسه زمانی که استعمار انگلیس در فرانسه بود میبینه که هیچ ارگانیزیشنی، هیچ جریانی نیست که با اینها مبارزه کنه، دست به کار میشه و نقش بسیار مهمی در رهبری مبارزات مردم بر علیه انگلیس داشت. به همین دلیل در همون موقع که کلیساها حاکم بودن حکم ارتداد بهش میدن و در جلوی کلیسا اون رو آتیش میزنن، ولی همونجا تبدیل شده، همون کلیسا در شهر قوانین فرانسه تبدیل شده به یک مکان بسیار با ارزش، بسیار قابل احترام برای هم مردم فرانسه و هم مردم دنیا که به اونجا میرن و نشون میده که مردم برای مبارزان خودشون ارزش قائلن، به تاریخ خودشون بها میدن و این درسیه برای همه کشور. همینطور که در کشور خود ما در طی این همین 100 سال اخیر هم که نگاه بکنیم، در طی 2 دوره نظام دیکتاتوری که بوده، چه نظام دیکتاتوری سلطنتی و چه همین نظام دیکتاتوری وحشی که به نام مذهب بر مردم محاکمه، زنان و دختران ما بهای بسیار سنگینی در مبارزات دادن و در واقع صف جلو بودن و همچنان هم هستند و طبعا که نقش بسیار مهمی در سرنگونی این رژیم خواهند داشت، کما اینکه جلوی شعارهای انحرافی که پیش روشون انداخته میشه حتی خیلی خوب مسیر رو مشخص میکنن، نشون میدن، راه رو نشون میدن و پیش میرن، کما اینکه در سال گذشته میدیدیم دختران ما به خصوص در دانشگاه ها شعار میدادن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب و نه به دین اجباری، نه به حجاب اجباری و نه به حکومت اجباری. این شعار همه مردم ایرانه و بله. طبعا به مبارزات خودشون ادامه میدن تا زمانی که این رژیم رو تغییر بدن و یک جمهوری دموکراتیک بر اساس رأی مردم و کشور از ما هم حاکم بشه. بله بسیار سپاسگزارم از شما خانم مینا انتظاری، فعال حقوق بشر، که در این گفتگو شرکت کردین و همه نکاتتون. وقتتون بخیر خانم انتظاری و خدا نگهدار شما. منم ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون.